سازمان ملل متحد در گزارشی جدید از ثبت بیش از 2000 رویداد امنیتی در افغانستان در کمتر از 3 ماه اخیر خبر داده است که این آمار به طور چشمگیری افزایش 53% را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. توجه شما را به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده جلب می‌کنم. در گزارشی که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل منتشر کرده است، از تاریخ 14 ماه می تا 31 ژوئیه 2023، سازمان ملل 2127 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت کرده است. این آمار نگران کننده نشان دهنده افزایش خشونت و بی‌ثباتی در این کشور است و بیانگر وضعیت ناپایدار و بحرانی افغانستان میباشد. گوترش در این گزارش به فعالیت‌های گروه سنی‌های تندروی داعش نیز اشاره کرده و خاطر نشان کرده است که این گروه در این مدت 4 حمله از جمله حمله علیه گردشگران خارجی در بامیان انجام داده است. همچنین حمله به عزاداران محرم در 19 ژوئیه که منجر به زخمی شدن 8 غیر نظامی شد، نشان دهنده وضعیت نگران کننده امنیتی و محدودیت‌های اجتماعی در این کشور است. دبیر کل سازمان ملل همچنین به خطرات ناشی از مواد منفجره باقی مانده از جنگ و قربانی شدن غیر نظامیان به ویژه کودکان نیز اشاره کرده است. این گزارش همچنین به نقض حقوق بشر توسط طالبان علی‌رغم ادعاهای آنها مبنی بر عفو عمومی اشاره دارد. این گزارش بار دیگر نیاز به توجه و اقدام فوری جامعه جهانی را در برابر بحران‌های انسانی و امنیتی افغانستان گوشزد می کند و بر لزوم حمایت از مردم این کشور تأکید می نماید. تأکید جدی گزارش بر این است که در چنین شرایطی همگان باید در راستای برقراری امنیت و احقاق حقوق بشر در افغانستان تلاش کنند.